قرار رای نه فکر میکنم تأثیری داشته باشه. سرنوشت بچه‌های منه بدتر میشه شرایط که مردم اینقدر تو فشارن که وعده‌هاشون عمل نکرد. رای نمیدم. مملکت واقعا دلسوز مردم باشه. تأثیری هم داره. شهر هوای مردم رو داشته باشه. قراره که ما توی این برنامه با کارشناسا صحبت کنیم برای اینکه بدونیم واقعا اوضاعمون چجوریه، از اون هیاهوی سیاسی اون دور بشیم و ببینیم که اوضاع کشور، اوضاع اقتصاد کشور و اینکه قراره چه بلایی سر معیشتمون بیاد یا اینکه چه اتفاق خوبی برای معیشتمون رخ بده، اینجا گفتگو کنیم و حرفا رو بشنویم. این برنامه با جناب آقای حسینی، کارشناس حوزه اقتصادی، کسی که سالیان سال توی حوزه بازرگانی بین الملل تقریبا میشه گفتش که کار میکنه و تخصص داره، صحبت میکنیم. خیلی خوش اومدید به برنامه. یه سلام علیکی با سیمرغ داشته باشید و بعدش متشکرم از اینکه این فرصت فراهم شد بتونی یه بحث کارشناسی راجع به وضعیت فعلی کشور، راجع به رقابت‌های انتخاباتی و مزیت‌های هر یک از نامزدها بتونیم صحبت کنیم. خیلی خوشحالم. جناب حسینی، فارغ از مباحث سیاسی، ما در حقیقت می‌خوایم ببینیم که حضور هر یک از این کاندیداها چه اتفاقی رو برای زندگیمون رقم می‌زنه. قبل از اون فکر می‌کنم درباره این صحبت بکنیم که ما الان اصلا اوضاعمون چی هست، چجوری هستش و چه فضایی رو ما داریم لمس میکنیم الان. خب ببین، ما الان در شرایطی وارد عرصه انتخابات داریم میشیم که دو تا دیدگاه وجود داره. یه دیدگاه خودشو ادامه دهنده دولت آقای رئیسی میدونه و اومده که همون روال ادامه بده. یه دیدگاه دیدگاهی هست که اومده برای تغییر و تحول. و خب اوضاع اقتصادی کشورم طوری هست که رکود در همه بخش‌های اقتصادی کشور مشهوده. الان موجودی انبار واحدها بیش از 60% موجودی انباره و آخرین گزارشی که از شرکای صنعتی بوده 40% ظرفیت واحدهای تولیدی کشور فعاله. تو 40% هم که فعال هست، 60% موجودی انبار دارن. خب رکود رو در بخش مسکن، در بخش خودرو، در بخش تولید صنعتی داریم میبینیم و اوضاع بین الملل هم بخیر. سال سال انتخاباته و به زودی انتخابات آمریکا رو داریم. همه نگران هستیم که با این مناظره‌ای که برگزار شد بالاخره حداقل 55% بینندگان گفتن برنده این مناظره آقای ترامپ بوده و به شدت اونجا هم موضوع ایران بالاخره 4 بار موضوع ایران در این مناظره ریاست جمهور آمریکا 4 بار بحث ایران مطرح بشه، نشون دهنده اهمیت ماست و موقعیت ما در منطقه. و از اون ورم دوباره پرونده هسته‌ای ایران دوباره توسط آژانس کشورهای اروپایی دوباره دارن بحث پرونده ایران علاقمندان برگردونن با آژانس و قطعنامه علیه ایران صادر میکنن. لذا شرایط بین‌المللی شرایط خاصیه و ولی از اون ور بالاخره بعد از عملیات وعده صادق ما به یک اطمینان امنیتی رسیدیم. کشور میتونه دیگه با نگاه امنیتی اداره نشه. بالاخره منطقه پذیرفته که ایران بالاخره قدرت منطقه‌ایه و قدرت دفاع از خودش داره. به 3 قدرت هسته‌ای حمله کرده، پاکستان، آمریکا، اسرائیل، و میتونن امنیت خودش رو تامین کنه. لذا به نظر میاد که حاکمیت هم به یه جنبندگی رسید که میشه الان تغییر ریل داد، میشه وارد مذاکره شد، با قدرت نشست گفتگو کرد و مسائل خارجی کشور حل کرد. در این شرایط به نظر میاد اینکه کدوم دیدگاه ما انتخاب کنیم، آیا دیدگاه انتخاب کنیم که برگردیم به عقب، دیدگاه انتخاب کنیم که از این شرایطی که بالاخره میدان برای ما فراهم کرده دیپلماسی بتونه حداکثر استفاده رو بکنه، بسیار مهمه. شما فرمودید که حاکمیت پذیرفته که مذاکره کنه و مسائل رو حل کنه. من درست شنیدم یا؟
به نظر میاد این به اصطلاح نرمشی یا این گشایشی که انجام شد که همه سلیقه‌ها تونستن نامزد داشته باشن در انتخابات، به نظر میاد ناشی از همین شرایط دیگه، در شرایطی که آقای پزشکیان حتی برای نمایندگی مجلس تایید صلاحیت نکرده بودن و بعد با پیگیری و شکایت به شورای نگهبان مسئله های پزشکیان حل شده، این که در انتخابات ریاست جمهوریشون تایید بشه، میتونیم برداشت کنیم که یک نوع تغییر رو در نگرش ها آدم میتونه احساس بکنه. دور اول انتخابات جوری بود که میشد گفت، اگه مثلا دارم میگم یک کاندیدای ما که 100 در نظر بگیریم برنده نشه، کاندیدایی هستش که احتمال برنده شدنش وجود داشته باشه حداقل 70-60 هست، یعنی اون چیزی که الان، ولی دیگه تو دوره دوم اینو نداره. یعنی فارغ از بحث اصولگرا اصلاح طلب که به نظر من مردم عبور کردن، جامعه سیاسی هم به نوعی عبور کرده، الان دو تا جریان فکری تو دوره دوم هستن. جریان هر چقدر میخوام یه اسم بذارم پیدا نمیکنم جز واپسگرا، و جریانی که معتدل و معتقد به بحث کارشناسی داره. ما با جریان آقای جلیلی صحبت بکنیم. آقای جلیلی چیه حرفش دقیقا؟ ببین الان میگه جنگ جنگ روایت هاست، هر کس بهتر بتونه روایت کنه و قصه خودش رو بگه قطعا مردم بهتر میتونه انتخاب بکنن. الان دو تا گفتمان داریم، دو تا رویکرد داریم، دو تا جهان بینی داریم. یکیش میگه آقا من برای اینکه بتونم به اصطلاح برنامه هفتم توسعه، چون آخر برنامه‌ای است که 3 سال کشور دولت رهبری سیاست‌های کلی رو داده، دولت نشسته تدوین کرده، رفته مجلس مصوب شده، برگشته شورای نگهبان ایراد گرفته، برگشته مجمع تشخیص در 24 تا سرفصل اساسی تصویب شده. خب هم بحث‌های رشد اقتصادی 8% توش دیده شده، هم تنش‌زدایی با دنیا توش دیده شده، هم مشکلاتی که صندوق‌های بازنشستگی داره، هم مشکلاتی که تامین اجتماعی داره، مشکلات آب، همه اینا رو توی برنامه دیده و این دولتی که میاد روی کار باید بتونه برنامه رو اجرا کنه. خب یه دیدگاه میگه آقا این برنامه هر سال باید 200 میلیارد دلار شما بتونی منابع بیاری برای برنامه تا بتونی اجراش کنی برنامه 5 ساله رو. خب یه دیدگاه میگه آقا من سعی میکنم اختلافات داخلی رو کاهش بدم، چون این شکافی که در داخل کشور بین جناح ایجاد شده خودش از عواملی است که نمیذاره کشور، موتور کشور حرکت بکنه. میام روابط بین الملل توسعه میدم، تحریما رو تلاش میکنم که تحریما رو برکنار کنم، برطرف بکنم، FATF رو با حاکمیت مذاکره میکنم، گفتگو میکنم که روابط بانکی ما با دنیا برقرار بشه و بخشی از این منابع من سعی میکنم با سرمایه‌گذاری خارجی تامین کنم، یا با فایننس یا با سرمایه‌گذاری خارجی، که این برنامه‌ای که هدف کشور است و همه روش به اجماع رسیدیم، یه برنامه کارشناسی دیگه آقا اجرا بشه. در مقابل یه جریان دیگه اومده، یه جریانی هست که خب همش اعتقاد داره به ما هزاران فرصت داریم، ما میتونیم جهش ایجاد کنیم و ظرفیت‌های داخلی استفاده بکنیم و این ظرفیت‌های داخلی کشور رو یک برانداز غیر واقعی میکنه، فکر میکنه واقعا ما این فرصت‌ها رو ما میتونیم در زمان تحریم، فکر میکنه ما این توان اینه داریم که تهدیدها رو تبدیل به فرصت بکنیم. واقعیتش این است که نشون داده ما نمیتونیم. ما میتونیم در زمان تحریم و فرصتهایی که ایجاد میشه استفاده کنیم. بالاخره جنگ اوکراین پیش میاد، فضای برای ما باز میشه. رقابت بین آمریکا و چین گسترش پیدا میکنه، یه فضایی برای تجارت نفت ما باز میشه. ولی این نیست که بگه ما تحریم رو تبدیل داریم فرصت میکنیم. نه، در زمان تحریم تحولات بین المللی یه فرصت‌هایی برای ما ایجاد کرد. خب یه جریان تأکیدش بر ظرفیت‌های داخلیه و اعتقاد داره که به جای اینکه برنامه هفتم میگه تنش زدایی بکنیم، میگه ما باید تنش زایی بکنیم در منطقه تا بتونیم تحریم زدایی بکنیم. دو کلمه خیلی با هم فرق داره. تنش زدایی بکنیم تا بتونیم تحریم زدایی بکنیم، یعنی ما بریم تنش ایجاد بکنیم
حرف که محسن رضایی زد بگو برو گروگان بگیریم تا بتونیم مثلا منابع اون مجبور بشن آزاد بکنن. خب یه دیدگاه نگاهش هست که ما در منطقه میتونیم تنش‌زایی کنیم، بعد با این تنش‌زایی اون بیاییم مثلا تحریم زدایی کنیم. یه دیدگاه میگه نه، برنامه هفتم کشور میگه تنش زدایی کنه، نمیگه تنش رو ایجاد بکنیم. ما اصلا موافقه تا دولت های خاتمی بود تنش زدایی کرد با دنیا دیگه. خب لذا این دو تا دیدگاه مردم باید ببینن که آیا کدوم دیدگاه ها بالاخره تجربه نشون داده، سابقه نشون داده. بالاخره دولت های رئیسی از این حرف ها زد و میگفت که آقا ما بدون نیاز تحریما 10% 20% در اقتصاد کشور نقش نداشته، ولی مردم دیدن که واقعیت خیلی بیش از این. با اینکه خوشبختانه بالاخره ما در دولت بر قراردادهایی که قبلا بحث بودیم در دولت های رئیسی به نتیجه رسید، ما 600,000 بشکه نفت افزایش تولید داشتیم، یعنی اون خودش یه مقدار به اقتصاد کشور کمک کرد. ما سال گذشته تقریبا قیمت دلار ثابت مون، تقریبا 10-11 ماه قیمت دلار ثابت، چون وضعیت درآمد ارزی خوب شد. حالا مردم باید تصمیم بگیره آیا میخوان با همین وضعیت به زندگی ادامه بده یا میخوان از این وضعیتی که تورم 40%، قطع رابطه با دنیا و به اصطلاح قطع روابط بانکی، فیلترینگ زندگی کنه. این دو نوع روش زندگی، دو نوع به اصطلاح نگاه به فرصت‌ها هست. خب مثلا من دیدم که نامزد رقیب اعلام کرده که آقا تا صنعت نساجی ما میتونه مثلا حتی میتونیم با چین رقابت بکنیم. وقتی میری عدد رقم نگاه میکنیم، این صنعت نساجی چین سال گذشته 320 میلیارد دلار ارزش تولیداتش بوده. 320 میلیارد دلار. ما همه اقتصادمون صادرات نفت و پتروشیمی و فولاد و غیر نفتی و کشاورزی و رو هم سال گذشته مثلا 85-6 میلیارد دلار بوده. خب این کسی که اینجوری ارزیابی میکنه، اینجوری بررسی میکنه و به قول آقای مرحوم ترکان عدد رقم نمیفهمه، چجوری ما میخواییم ما فعالین اقتصادی میخواییم اعتماد بکنیم و قبول بکنیم که به اصطلاح میتونه یه جریان برای اقتصاد کشور مؤثر باشه؟ تفکر اقتصادی ایشون اگر بخوایم از روش‌های مشهور مثلا میگیم اقتصاد آزاد، کمونیستی، سوسیالیستی، این دقیقاً تفکر اقتصادی ایشون رو شما چی تحلیل کردید؟ من ولی چیز منسجمی ندیدم توی این بخش. حرفایی که میزنه تو یه جا میگه من تروان میخوام اجرا کنم، یه جا میگه ظرفیت‌های داخلی، یه جا میگه ظرفیت‌های فرصت‌های بین‌المللی. من واقعا یه ایده منسجم اقتصادی، یعنی به نظر میاد هیچ کدوم این نامزدها آمادگی انتخابات نداشتن، یعنی یه باره اتفاق افتاده، هر قسمتی از برنامه‌شون دادن یه ایده نوشتن و این برنامه خیلی با هم همخونی نداره. حال بازهای پزشکان هیچ ادعایی نداره، میگه اصلا من برنامه دارم، من اونم برنامه هفتم کشور اجرا میکنم. حرف درستی هم میزنه، میگه من اصلا قرار نیست من برای خودم برنامه داشته باشم، من اومدم برنامه هفتم کشور اجرا کنم. ولی ایشون هیچ اشاره به برنامه هفتم نمیکنه. خب آقا تو که میخوای در کنارش پروژه های جدیدی شروع کنی، اولویت های دیگه ای داری، خب منابعی که ما داریم، برنامه‌ای که ما داریم، بالاخره بودجه کشور برای این برنامه دیده شده، ما همین نمیتونیم تامین کنیم. شما با کدوم منابع از کدوم امکانات میخوای تعرات پیاده کنی؟ لذا من واقعا بعضی به حرفاش به حرفای ماو میخوره، بعضی حرفاش به جریان راست و سنتی میخوره. دیدگاه کلا یه دیدگاه، من قبول ندارم که آقای جلیلی جزء جریان محافظه‌کار. بالاخره ما تو دنیا یه جریان رفرمیست داریم که اصلاح طلب، یه جریان محافظه‌کار. محافظه‌کار هدفش نگهداشت ارزش‌های موجوده. بالاخره جامعه سنتی ما، به قول معروف اعضا سنتی ما، می‌خوان ارزش‌های موجود رو حفظ بکنن دیگه. اعتقاد داره یه سری ارزش‌ها داریم، دنبال حفظ ارزش‌ها هستن. ولی به نظر میاد که جریانی که الان رقیب آقای پزشکیان هست، اصلا نمیشه بگی جریان محافظه‌کار، میتونید تبدیلش کنید به جریان راست سنتی که در اروپا داره سر بر آورده و داره بعضان هم داره رای میگیره، هم مثل ترامپ، مثل کاری که در برزیل کرده، هم مثل کاری که در
آرژانتین اتفاق افتاده و حرفای شاد، حرفای تون، ساختار شکنی و تشنش کدوم بیشتر یه دوره نبوده. یه جالب نه، ترامپ بیشتر یه دوره بوده، نه برزیل دوره یه دوره بوده، حالا آرژانتین تازه اومده. یه چیزی تو اون مایه هست، یعنی به نظر نمیاد که به دنبال آدم محافظه کاری باشه، به دنبال حفظ ارزش های فعلی باشه. حرفایی که میزنه یه حرفا تش به نظر میاد ادامه خالص سازی، یعنی های پزشکان میگه من میخوام از همه ظرفیت ها استفاده کنم، یه جریان میاد که تش دنبال خالص سازی. بالاخره های پزشکان میگه من اصول اوکراینی رو قبول دارم، من حاکمیت قانون رو قبول دارم، من شفافیت قبول دارم، من پاسخگوی اعمالم خواهم بود، من تلاش میکنم مردم مشارکت بکنم تو سرنوشت اقتصادیش. و اینا چیزا ارزشمنده. اصول اوکراینی در دنیا 7-8 اصل است که میگه هر کس، همه کشور، هر کس تو دنیا اومده این اصول اوکراینی رو پذیرفته موفق بود. حداقل میتونیم بگیم حرفایی که آیه پزشکان خیلی ساده، خیلی حرفای بدیهی میزنه، همه در قالب اصول اوکراینی دنیاست. میگه حاکمیت قانون، میگه من قانون قبول دارم، میگه من نمیخوام با حاکمیت دچار تنش بشم، دچار تضاد بشم، سعی میکنم که در چارچوب حاکمیت فعال کنم، میخوام از همه ظرفیت ها استفاده کنم، یعنی مشارکت مردم میپذیرم، مدیریت علمی را قبول دارم. من میفهمم که نمیفهمم، خیلی ارزشمنده که یک کسی پروفسور باشه تو پزشکی جراحی، بعد بیا به مردم میگه من میفهمم که نمیفهمم، بعد بده خودش رو تو همه جریان مقصر بدونه در حالی که هیچ مسئولیتی نداشته. یا یه وزیر بهداشتی بود که کارشو خیلی خوب انجام داده، یا یه نماینده مجلس بوده. کسانی که تو تصمیمات اساسی مملکت نقش داشتن، تو شورای امنیت ملی، تو بحث کرسنت نقش داشتن، تو بحث FATF نقش داشتن، تو همه مسائلی که الان کشور تو قفل شده نقش داشتن، یک جا اعتراف نمیکنن که ما اشتباه کردیم یا بد عمل کردیم، خودشون طلبکار نظام و مردم هم میدونن. شما فکر میکنم سالهاست با عراق مراوده دارید. اتفاقی که تو این 3 سال در حقیقت، حالا نه تو این 3 سال، بعد از اینکه تحریما در حقیقت سنگین تر شد و اینها، چه اتفاقی برای بازرگان ایرانی توی عراق افتاد؟ ببین، ما تا سال 2018-2019 روند و افزایشی بود، یعنی رفتیم تقریبا شده شریک اول تجاری عراق 2018-2019. خب عراقی اون سالا خیلی پایبند تحریما نبودن تا 2018-2019. بعد که کاظمی اومد و به اصطلاح خودشو متعهد دونست به تحریمای آمریکا، خب از اون روز مشکلات ما در بازار عراق شروع شد. ما نه تنها نتونستیم افزایش صادرات داشته باشیم، بلکه بعدا برای دریافت منابع و برای دریافت پول گاز و برق و همیشه با تأخیرهای مثلا 1 ساله 2 ساله قطره چکانی تونستیم که از عراق بگیریم. و الان نمیتونیم تو هیچ کدوم پروژه بازسازی عراق یا با دولت عراق نمیتونیم هیچ کاری انجام بدیم. عمدتا فقط میتونیم با بخش خصوصی عراق کار کنیم. مگه در برق و گاز که عراق نیاز داره، رفته از آمریکا مجوز گرفته، از اوفک تاییدیه گرفتی که آقا بهش اجازه دادن برو از اینا میتونی برق و گاز بخری، اونو هر مرتب زیر فشارش میذارن که آقا تو بار از جاهای دیگه سعی کن برق و گاز تامین کن، ما در آینده این مجوز دیگه به تمدید نمیکنه. لذا یه روزی عراق 34-35 میلیارد دلار واردات داشت، ما 10 میلیارد دلار سهم داشتیم. الان که رسید 76 میلیارد دلار، باز ما هم 10 میلیارد دلار سهم، یعنی ما نتونستیم سهممونو در بازار عراق افزایش بدیم. یه چیزی که آقایون خیلی مدعی بودن، الان توی صحبت‌های شما متوجه شدم، میگفتن که جهان که 2-3 تا شرکت، کشور که نیستش که، یعنی الان میفرمایید که ما حتی با همسایه‌مون هم دیگه نمیتونیم کار کنیم به واسطه تحریم‌های آمریکا، و تا این درست نشه در حقیقت میشه گفت قفلیم دیگه. منظورتون این بود؟ این استکس اینو نشون داد دیگه. 3 تا کشور اروپایی گردن کلاف نشستن، اینستکس طراحی کردم، بعد به بانک ها و شرکت ها گفتن اجرا کنیم، تو ما اجرا نمیکنیم. نواقع شوخی نبود که نشستن چارچوب آماده کردن، کلی رفتیم مذاکره کردیم، یه تر در آوردیم که چجوری ایران و اروپا خارج از تحریم های آمریکا بتونن با هم معامله بکنن.
هم برای اروپا مهم بود، هم برای ما اهمیت داشت. نشون داد که 90% جی دی پی دنیا را آمریکا اداره میکنه. اقتصاد آمریکا 90% دنیا نیست، ولی 90% جی دی پی دنیا تحت کنترل آمریکا است. شرکت‌های اروپایی تحت کنترل آمریکا است. به نمایشگاه نفت و گاز بود، یکی شرکت‌های خارجی که باش کار میکردیم اومد نمایشگاه 2018-2019، هنوز پومپئو و بولتون اینا بودن. خب نمایشگاه خارجی ها کم بودن دیگه، فرانسوی بود. بعد یکی ما وارد سالن شدیم، گفت آقا ببینید اون ردیف جلو بشونیدش که مثلا نشون بدیم که آقا مثلا ما خارجی های هم اومدن. آقا شب نشد، این فیلمی که پخش شد، یه بنیاد تحریم ایران در آمریکا داره، این بولتون اینا، آنها ایمیل زدن به شرکت مادر توی فرانسه که نماینده شما در نمایشگاه نفت و گاز ایران شرکت کرده، شما 100 میلیارد دلار تو آمریکا قرار دادید، چون کابساز معروف دنیاست، مثلا هواپیماهای بوئینگ و هواپیماهای ایرباس همه اینا مثلا، یا تو نفت و گاز همشون سیم و کابلشون رو تامین می‌کنه. اگر روابطتون با ایران قطع نکنیم، ما می‌نویسیم به اوفک شما رو می‌ذاره در لیست تحریم. همون شب به نماینده زنگ زدن که امشب برو برگرد بیا، اسم ما رو از سایتشون حذف کردن. گفتن اصلا ایران، گفتن اصلا دیگه ایمیل هم با ما نزنی، یعنی می‌خواستم یه مثلا شرکتی که در ایران خب صادرات دوش علاقه من بود، اومده در زمان برجام حدود که اصلا کارخونه بخره تو ایران سرمایه گذاری کنه، حدود مثلا کارخونه کابل الورز قزوین بخره یا ابهر بخره، کلی رفته مذاکره کردیم. اینقدر بازار ایران برای جذاب بود که مثلا سال 400 تا 500 میلیون دلار واردات کابل داریم دیگه. اونای برند معروف بود یا کابل شبکه‌ای که الان بالاخره همه شما بالاخره با کابلای شبکه نتورکی سر کار داریم، لند کیبل. خب بعدش دیگه جمع کرد رفت دیگه، چون واقعا مسخره است که بعضیا فکر می‌کنه دنیا، نه دنیا خیلی کشورها هست، ولی هم آقای شی جی پی هم میره با آمریکا میگه من نمیخوام هژمون بشم، من نمیخوام با تو رقابت بکنم، من میخوام با تو شراکت بکنم. مثلا اون فیلم میدیدی واقعا دیگه من اینا اگر فیلم مذاکرات اونم بایده، وقتی میبینی جلو ترامپ میره حرف میزنه، باید چی بری جلو ترامپ بشینی و بگی آقای ترامپ، آقای بری جلو بایدن بشینی بگی آقا من نیومدم اصلا با تو رقابت بکنم، من اصلا با تو خصومت ندارم، من بودم با تو همکاری بکنم، مشارکت بکنم، مثلا نمیخوام هژمون بشم. نشون میده که ما که نمیخوایم چیزی رو بزرگ بکنیم، واقعیتی هست که باید بپذیریم. تا 50 سال آینده واقعیت این است که آمریکا هنوز قدرت اول منطقه دنیاست، و اگرچه دنیا سه قطبی شده همه سعی میکنن که فقط با آمریکا وابسته نباشه. به قولی که اساتید ترکیه جزء ناتوه ولی میره سامانه مشکیش رو روسیه میخره. خب یعنی همه سعی میکنن هر جا منافعشون بود ببینه، یا عربستان بالاخره شریک راهبردی آمریکاست ولی میاد تو بحث نفت با روسیه همکاری میکنه دیگه. یعنی آدم میبینه که آقا بالاخره امارات میره جزء بریکس میشه یا میاد بعضی جزء شانگهای میشه. همه سعی میکنن با این سه قطبیه یه جوری روابط متوازن برقرار کنن، با چین رابطه داشته باشن، با روسیه داشته باشن، با آمریکا داشته باشن. این حرفی که آقا پزشکیان میزنن میگن من آقا موازنه مثبت برقرار کنم، ولی یه روز ممکنه موازنه منفی داشته باشه، نه با روسیه نه با آمریکا. الان به جمع بندی رسیدیم که نه، اگر هم میخوایم داشته باشیم روازن مثبت میتونه حفظ بکنی، با چین رابطه داشته باشه، با روسیه داشته باشه، ولی اونم دلیل نیست که ما بخوایم با جهان غرب هم از ظرفیت، از امکانات، از توان مالی. همین الان ترکیه 750 میلیارد دلار پول صندوق بازنشستگی آمریکا تو ترکیه داره کار میکنه. ما سر سال 1977 تولید ناخالص ملی ایران 74 میلیارد دلار بوده، تولید ناخالص ملی ترکیه 52 میلیارد دلار بود. 1970 الان ترکیه شده بیش از 1000 میلیارد دلار، 19 برابر شده. خب ما شدیم 375 میلیارد، ما شدیم 5 برابر، ترکیه شده 19 برابر. این که آقای پزشکیان تو مناظرات میگه آقا ترکیه رو ببینی به دوستان برمیآشوبن، چون داره واقعیت رو میگه. واقعیت میگه. حجم تجارت خارجی ترکیه شده 670 میلیارد دلار.
ما کل حجم تجارت خارجی سال گذشته بود 180 میلیارد تومان. خب معلومه که عمده عاملش تحریم ها بوده. واقعیتش این است که بپذیریم جنگ، تحریم ها و فشارهای خارجی بالاخره نگذاشته. ما که همه ظرفیت ها ترکیه بیشتره. ترکیه که مثلا 70-80 میلیارد دلار انرژی وارد کنیم، ما نه تنها وارد نمی‌کنیم بلکه داریم 30-40 میلیارد دلار هم داریم نفت و گاز می‌فروشیم دنیا. یه تحریم ها بالاخره اقتصاد کشور از میدان نمیگذاره ما ظرفیت ما استفاده کنیم. من توی تلویزیون گفتم ما چارت دنیا تو پوزیشنی میگه ایران چارت مزیت داره. مزیت اولش میگه ایران موقعیت ژئوپلیتیک داره، ژئواستراتژیک داره. بالاخره ما حد واسط شرق غرب در بیزی انرژی دنیا قرار داریم. از نظر فرهنگی هم شرقی هستیم هم غربی هستیم، راحتی و هر دو تا بینابین. هم از نظر فرهنگی وسطیم، هم از نظر جغرافیایی در وسط شرق و غرب هستیم. خب سالهای هم مسیر ترانزیت بودیم دیگه. خب میاز همه خطوط لوله انرژی منطقه از ایران بره. خب نرفته دیگه، همه اینا رو دست دادیم. الان کریدورهای موازی ایران داره شکل میگیره. تحریم نگذاشته ما از ظرفیت موقعیت سوپلیتیک رو استفاده کنیم. ما پنجمین منابع غنی دنیا رو داریم، از معدنی و گاز و انرژی و نفت و گاز و اینا. 27000 میلیارد دلار حدس میزنن که ایران منابع زیرزمینیش، منابع طبیعی ایران. خب ما الان داریم چیکار میکنیم؟ داریم حداکثر سالی 1.2 میلیارد بشکه نفت برداشت میکنیم. حتی با همین ضریب فعلی 550 میلیارد بشکه‌ای که ذخایر گاز ما هست، میگیم با ضریب 20% فعلی که خیلی کشورها الان دارن ضریب 35% 40% دارن از چای نفت برداشت میکنن. خب ما 160 155 میلیارد دلار نفت زیر زمین داریم. دنیا داره به شدت میره طرف انرژی‌های تجدید پذیر. معلوم نیست که 30 سال دیگه مثلا اصلا دنیا نیازی داشته باشه به انرژی فسیلی. خب ما نمیتونیم از این ذخایر سرمایه ملی زیر زمین داره میمونه. ما بلدی که منابع مالی نداریم، بلدی که دانش فنی تو بعضی زمین‌ها نداریم، بلدی که تجهیزات رو نداریم، ما نمیتونیم از این استفاده کنیم. تو تحریم اگه تحریم نبودی که ما وضعیت اینجوری نبود. من که یادم افت زمان مذاکرات برجام در سال‌های 2017 2018 2014 بوده، همه پتروشیمیایی که نیمه تمام بودن قرارداد بستن. بازسازی همه پالایشگاه‌ها رفت برای قرارداد. همه طرح‌های جدید نفت وارد مذاکره شد. و همه تحریم همه اینا رو به هم زد. سومین مزیت شما نیروی انسانی بوده. نیروی انسانی تحصیل کرده و جوان. خب اینا که داره میره دیگه، اینا این مزیت تو هم دیگه. اگر همینجوری اگر واقعا یه دولتی بیاد که بخواد خالص سازی رو ادامه بده، بخواد بیا فضای اجتماعی رو ببنده، تو بحث‌های سبک زندگی مردم دخالت کنه، فکر می‌کنی کارشناسی توی مملکت میمونه؟ این مزیت هم داره و دست میده. مزیت نیروی انسانی جوان تحصیل کردم 7 سال دیگه پنجرهش بسته میشه. یه دولتی بخواد بیاد دوباره 7 8 سال وقت ملت رو با خالص سازی و با فیلترینگ و با طرح سیانت ببنده، و قطعا این مزیت از دست میده. همین نیروها که داره همه مهاجرت میکنه. 7 سال دیگه ما مزیت جوان تحصیل کرده رو از دست میده. پنجره جمعیتون بسته میشه دیگه، جمعیتون جوان نیست. ما الان 31 ساله سن جمعیت ایران میرسه به سنی که دیگه اکثریتون میشه. دقیقاً از اگر آقای جلیلی برنده بشه و 2 ساله در نظر بگیریم، یعنی مزیتون اگر واقعا همین روکردهایی که داره، حال ممکن آقای جلیلی بیاد بخوره به واقعیت ها. البته من نمیگه ایشون بیرون از حاکمیت نبود که بگیم حال با واقعیت مواجه میشه. ولی ایشون شما ما نمیدونم همه چی بوده دیگه، کامل اشتراف کرده. واقعا اگر بگیم تو اجرایشون نبوده، نه اینا دقیقا در اجرا بوده. ولی اگر بخوایی سیاست ادامه پیدا کنه، به نظر من این مزیتون از بین میره. ما نمیتونیم مزیت نیرو انسانی سالانه داره 150,000 تا نیرو انسانی خارجی میشه که میگه 80,000 تاش متخصصه. نمونش الان با هم دیدیم یک نفر که با بحث میکردیم گفت دارم میرم دیگه، حالا موندم ببینم. من خیلی ها شنیدم که میمونیم برای انتخابات ببینیم چی میشه. اگر پنجره تو انتخابات باز نشد قطعا از ایران خواهیم رفت. وضعیت چارون هم فرهنگ شیعی ایرانی بوده. ما یه آدم های متعادلی هستیم، شیعی اصولا افراطی نیست. خب این هم که ما رو درگیر مثال منطقه کردن، درگیر میدان کرده، از ما یه چهره
مثل داعش، مثل طالبان تو دنیا ارائه دادن که ما همش دنبال جنگیم، همش دنبال درگیری هستیم. این مزیتون هم تو دنیا شناخته نشد. ولی ما تو زنه هنر و فرهنگ و گردشگری میتونستیم کلی توی اقتصاد ایران کسب درآمد بکنیم. تو اقتصاد دنیا ذوق و سلیقه ایرانی ریش کس نداره. من دوستان که میام ایران، غذای ایران که میبینم میگم آقا این غذای ایران خودش میتونه کلی منبع درآمد باشه برایشون. موسیقی ما تنها ملتی هستیم که از خودمون سبک موسیقی داریم، از خودمون سبک نقاشی داریم، از خودمون سبک معماری داریم، از خودمون سبک خط داریم. مثلا اسلام اینا رو که نداشت. اسلام هر چی معماری داره مال ایرانه، اگر موسیقی داره مال ایرانه، اگر خط داره مال ایرانه. و این ملت با این همه ذوق، با همه استعداد تو هنر، تو فرهنگ، توی کار اقتصادی چرا باید اینجوری زمینگیر بشه؟ چرا باید نیروهاش برن 400 میلیارد دلار تولید ناخالص دنیا رو مدیریت بکنه؟ یه محاسبه 400 چند سالش رو ایرانی بوده 400 میلیارد دلار داشتن تو دنیا تحت کنترل مدیریت ایرانی ها. ایرانی های خارج از کشور هر جا هستن، در اتریش، در آلمان، در آمریکا، کانادا، جز طیف نخبه او جامعه هستن دیگه. یعنی همه با احترام از شما اسم میگن چه بالاخره ما براشون هزینه کردیم توی کشور. نظام آموزشی کشور نظام خوبی بوده. بالاخره هنوز هم که ما اینقدر تحریم هستیم، دانشجوهای ایرانی به راحتی دارن پذیرش میکنن و میبرن. لذا واقعا اگه تحریم حل نشه، که بعضی‌ها فکر میکنن تحریم 10% 20%، ولی در عمل نشون داد که خودشون به جنبه‌ای رسیدن که باید برن تحریم، مسئله تحریم رو حل بکنن. خدا رحمت کنه آقای عبداللهیان که به شدت دنبال این بود که مسئله تحریم رو حل بکنه، ولی متاسفانه بعضیا نگذاشت. من چند وقت پیش، یعنی یک چند سال پیش، یه آماری رو میدیدم، بحث مقایسه جی دی پی های دنیا با ایالات مختلف توی آمریکا. جی دی پی ایران رو برابر با جی دی پی ایالت واشنگتن توی شمال غربی آمریکا در نظر گرفته بود. میخوام بگم که وقتی که داریم در مورد یک چیزی با صحبت میکنیم، باید قیاسمون درست باشه دیگه. یعنی ما میگیم تحریم نعمت، ولی اندازه یه ایالت از ایالت‌های آمریکا داریم صحبت میکنیم. پس نظر شما اینه که اگر آقای، یعنی جریان فکری آقای جلیلی که از توش آقای ثابتی هست، رسایی هست، البته ما آدما نداریم توش، بالاخره نمایشون دیگه توش بالاخره بستنه، بالاخره عبدالملکی هستش که 1 میلیون تومان شغل ایجاد میکرد و و شما به نظرتون میرسه که ما هم مزیت‌های اقتصادیمون رو تو ایران از دست خواهیم داد و هم اوضاع اقتصادی کشور و خانواده‌ها دچار مشکل خواهد شد؟ هیچ کدوم اهداف برنامه هفتم توسعه تحقق، همینجوری که برنامه 1404 رو تحقق پیدا نکردن، خواستیم اول تو منطقه باشیم، از لحاظ اقتصادی، علمی، از لحاظ چون فرهنگی الهام بخش باشیم، ما تو بحث‌های دفاعی تونستیم موفق بشیم. تو بقیه زمینه‌ای که سند چشم‌انداز هدفگیری کرده نرسیدیم دیگه. بالاخره آقای احمدی‌نژاد اومد کشور برد به یه جایی که سال‌های سال طول بکشت و ما بتونیم از اون دست اندازا خارج بشیم. شما یه ارتباطاتی با بدنه کارشناسی موافق آقای پزشکیان دارید، یعنی در حقیقت جزء همون هستید. یه بحثی آقای عبدالعلیزاده داشته، مثلا اینکه دیروز، و جریان آقای جلیلی خیلی رو اون بحث داره مانور میده. این بحث قیمت بنزین بوده. شما که جریان رو میدونید میتونید توضیح بدید چی گفته آقای عبدالعلیزاده در حقیقت؟ آقای پزشکیان یه ستاد انرژی داره، کارهای خیلی خاصی رو بحث ناترازی انرژی کردن، طراحشون هست، نوشته های هست، هیچ جا تو بحثش ورود نکردن به بحث افزایش قیمت های حامل های انرژی. و سوالی هم که امروز کردن، من فقط عبدالعلیزاده پرسیدم که آقای عبدالعلیزاده این مثلا چی بود جریان؟ گفت با توجه به که ما مطرح کرده بودیم که آقا ما نظر کارشناسی رو قبول داریم، که کار کارشناسی انجام بشه، دولت آقای پزشکان نظر کارشناسان رو میپذیره. از من سوال کردن که اگر کارشناسان به هیچ جنبندی رسیدن که قیمت حامل های انرژی باید افزایش پیدا کنه، شما چجوری اجرا میکنید؟ سوال بر سر اجرای تصمیم کارشناسی بودید. گفتم اگر کارشناسان به یه جنبندی برسن بنا به شما اجرا بکنیم، حال فردا ممکن مجلس تصمیم بگیره بگه آقا اجرا کن دیگه،
ایشون توضیح داده که ما بخوایم اجرا کنیم حتما سعی میکنیم با مردم گفتگو کنیم، مردم مطلع کنیم، مردم قانع کنیم و رضایت مردم رو جلب کنیم. حال چون این قسمت اول سوال مخصوصا هست شدی یعنی شیطنت رسانه‌ای بوده، به جامعه میخوان القا بکنن که آ جامعه حواست باشه، آی پزشکان که اومد میخواد بیاد به اصطلاح قیمت بنزین افزایش بده، در حالی که آی پزشکان از اول گفته آقا من طرف مردم هستم، من در همه جریان ها با من نشونم میده که بالاخره با مردم بوده دیگه. تنها نماینده ای که راجع به جریان زاهدان موضع گرفت و صف وایساد دفاع کرد از اهل سنت آقای بهشتی آقای پزشکیان بود. تنها کسی که جرأت کرد توی بحثای زن زندگی آزادی وایسه و حرف بزنه آقای پزشکیان بود. پزشکیان اون روز که معلومه کاندید بشه نشون میده که همه جا روی کرداش با مردم تقابلی نبوده. خیلی مهمه که کسی میاد هم مدیریت علمی رو قبول داشته باشه، هم روی کرداش با روی کردهای مردم تقابلی نباشه. بعضی از نامزدا همه روی کرداشون در تقابل با روی کردهای مردم. من اون چجوری میخوان به اصطلاح جهش ایجاد کنن و تحول ایجاد میکنن؟ اولی قدیمی که بخوای برداری شما بتونی با مردم تقابل بکنی. ببینید مردم به سیاست مداره اعتماد ندارن، ولی به امثال شما اعتماد پیدا میکنن. برای اینکه شما قرار نیست پست سیاسی بگیرید، شما یک بازرگانی هستید که کارآفرینی هم دارید میکنید و در حقیقت هر اتفاقی که تو دولت بیفته تصمیمات اشتباه بگیرن به شما آسیب میرسه، بنابراین میرید دقیقا طرف جایی که به نفع در حقیقت موضوع اقتصادی باشه. بله. کشور دیگه ما منافع اون در منافع کشور دیگه ما که نمیتونیم. مردم میگن که همینو میخوام عرض کنم، مردم میگن که ما کسی رو پیدا نکردیم که حرفش رو باور بکنیم که واقعا اتفاقی مثبت میفته با انتخاب ما. یه ذره ساده تر حرف بزنیم، به مردم بگیم که انتخابمون واقعا چه تغییری توی معیشتشون، توی آینده فرزندانشون، توی بنیاد خانوادهشون و توی امنیت روانیشون میفته. این اگه بتونیم خیلی ساده از زبون کسی که جزء مردمه بگیم به نظرم خیلی بهتره تا سیاسیون حرف بزنن. ببین میگه هدف از سیاست خیر عمومه، یعنی کسی که کار سیاسی میکنه باید نهایتا دنبالی باشه که به مردم خیر برسونه. اگه سیاست مردم ایران نگاهشون به سیاست به کار سیاسی این است که طرف دنبال قدرت و لمس نکردن که از کار سیاسی کردن، این کاری که سیاسیون دارن میکنن تهش بهشون خیر میرسه، لذا یه نگاه منفی به سیاسیون دارن. میگه آن اصلاح ترم نه اصولگرا هیچ کی رو به اصطلاح براش ارزشی قائل نیستن. به نظر میاد ما نتونستیم درستی تفهیم کنیم به مردم که نتیجه کار سیاسی در کشور کجا تونسته مؤثر باشه. من میخوام مقایسه کنم بالاخره دوران آقای خاتمی رو با دوره های بعد. آقای خاتمی که اومد رئیس جمهور شد هیچ کس فکر نمی کرد آقای خاتمی رئیس جمهور بشه. دقیقا مثل شرایطی که هیچ کی فکر نمی کرد آقای بهشتیان، آقای پزشکیان تایید صلاحیت بشه و علای فضای ایجاد شد. آقای خاتمی که اومد کاندید شد همه می گفتیم مثلا اولی ستاد، من یادم ما مثلا تو میرداباد تشکیل دادیم ستاد مختصری و هم گفتم آقا 5 6 میلیون مثلا آقای خاتمی راضی بود که 5 6 میلیون رای بیاره، آبرومندانه مثلا جریان این روحانیت روحانیون مبارز اینا مثلا ادعای حیثیتی بکنه، بازنده سربلند باشه، بازنده سربلند باشه. اصلا فکر آقای خاتمی اصلا آدم اقتصادی نبودش، ادعای رو بحثای اقتصادی نداشت، ولی کار کارشناسی رو قبول داشت. مهمترین مزیت آقای خاتمی بود کار کارشناسی رو قبول داشت. آقای هاشمی میگه من خودم کارشناسم، سیاسی اقتصادی هستم. یا آقای حبیبی گذاشته معاون اجرایی میگه تو کار فرهنگی بکن، کارهای دیگه بکن. خودش واقعا آقای هاشمی صاحب نظر و ایده بود دیگه، خودش بالا سر پروژه ها بود. خب ابر و باد اومد، خورشید اومد، دست به دست هم داد و مردمی که هیچ موقع تو جریان سیاسی خیلی مثلا بعضا میرفتن رقیب پیدا میکنن، مثلا آقای هاشمی میخواد کاندید بشه کسی نبود، میرفتن گفت آقای شیبانی تو هم بیا کاندید بشه که حداقل دو نفر باشن، سه نفر باشن. واقعا ما رقابت های اصلی اقتصادی انتخاباتی یه مقدار سال 72 شروع شد که مثلا آقای توکلی اومد یه مقدار حرفای
خیلی هم برای جامعه سخت در حدود روی توکلی داره نقد میکنه و انتقاد میکنه و بلای های شیری موضع میرن تو سای توکلی فکر کنه حدود 3 میلیون رای بود. ولی میخوام بگم اوج استارتش خورد، اوج رقابت ها در سال 76 داشتیم که خب همه حاکمیت، همه مسئولی، همه مقامات، من یادم هم یه سفر 2 ماه قبل از انتخابات آقای ناطق به روسیه داشت، هیئتی رفت، هیئت بازرگانی همراهش بود، روسا از آقای ناطق نوری در حد رئیس جمهور استقبال کردن، یعنی همه چیز مسلم شده بود. خب مردم اومدن و به هر دلیلی دیدن که آقای کسی میخواد تحمیل بشه، گفتن نه مثلا ما بفهم که شاید آقای خاتمی را خیلی نمیشناختن، گفتن ما بفهم یک کسی باشه که از خودمون باشه و اومد نشون داد که آقای خاتمی بالاخره تونست هم سر بود، در حالی که ما هنوز تحریم بودیم، ما هنوز تحریم داماتور رو داشتیم دیگه، بالاخره تمدن اصلی را افتاد که امروز بهش افتخار میکنیم، میگیم ما 100 میلیون تن داریم ظرفیت سازی که تو محصول پتروشیمی، ما 750 میلیون رو میکرد داریم تو پارس جنوبی گاز تولید میکنیم. خب کلی تونستیم هم با دنیا تنش زایی بکنیم، دقیقا سا تشنج تنش زدائی بکنیم، هم تونستیم جذب سرمایه‌گذاری خارجی بکنیم، هم تونستیم اقتصاد کشور را بندازیم، هم تونستیم فساد رو کنترل بکنیم، هم تونستیم یه فضای اجتماعی خوب درست کنیم، NGO رو تقویت بکنیم، شورا اصلا اون موقع افتاد دیگه، ما اصلا شورای شهر نداشتیم، اداره همه جا دست دولت بود، هم استارت خصوصی سازی مقررات زدائی توی کشور زدیم و کوچک سازی دولت، به تاش هم بالاخره رشد 5.8% داشتیم در مجموع با اشتغال سانه 300-400 هزار نفر آدم، تورم تک رقمی و برای اولین بار نرخ ارز تک رقمی، خب آرامش داد به جامعه واقعا اون 7-8 سال. حالا البته میخوام بگم اون 8 سال قبلش که آقای هاشمی زیر ساخت های آماده کرد، یه ثباتی در اقتصاد کشور در سیاست کشور ایجاد شد، آقای خاتمی هم که اومد ادامه داد به تیکافی توی اقتصاد کشور، نرخ ارز تک رقمی فرمود، بله 700-790 تومان شد تک رقمی شد. خب ارز برای اولین بار تک رقمی، یعنی یک نرخی شد توی اقتصاد کشور، یک نرخی شد برای یک سال، یک نرخی شد. خب مردم همه احساس کردن که مثلا آرام، البته بعضیا براشون سخت بود، بعضیا بالاخره اتفاقات داشتیم یادو نرفته، بالاخره اون خبرنگارا نویسنده ها چون اون جرنک تو زاد اطلاعات اونجا اتفاق افتاد، نمیخوام بگم بی تنش بود، ولی اقتصاد کشور جون گرفت دیگه، وضعیت صادرات کشور زمان آقای خاتمی دونم زمان آقای هاشمی کلی تلاش کرد مثلا 3 میلیارد دلار بود، وقتی آقای خاتمی میرم صادرات کشور تقریبا 7 برابر شد، 20-21 میلیارد دلار رسید. خب کلی زیرساخت آماد شد، کلی مواد صنعتی آماد شد، کلی نیروی انسانی تربیت شد، دانشگاه توسعه پیدا کرد. خب رفتیم دوباره خوشی زیر دل اون زد و رفتیم به یه جریان ناشناخته ای که حرفای تندی میزد، من میخوام فساد از بین ببرم، من میخوام عدالت ایجاد بکنم، رفتیم که قطعنامه کاغذ پاره است، رفتیم به یه جایی که اقتصاد کشور رو فلج کردیم، زمینگیر کردیم، تا 88 اقتصاد کشور بایل، تا 87 اقتصاد کشور ناشی از اقداماتی که قبلا انجام دادیم وضعیت کشور خوب بود، یه سال 88 بود که چهاریم سال 90-91-92 فهم میکنم دولتی که تحویل آقای خاتمی دادم مثلا خیلی دولت مثلا پار رکابی بود، نه سال 91-90 اقتصاد کشور منفی بود، رشد اقتصادی کشور منفی شد، تحریم های نفتی دو شهر 6600 هزار بشکه نفت کم میکرد، اگر آقای روحانی نیومده بود معلوم شد وضعیت اقتصاد چی خواهد بود، اگر آقای روحانی نیومده بود و توافقات ابتدایی برجام انجام نشد، ما 94 صادراتمون به صفر میرسید، چون تحریم‌های سازمان ملل داشتیم هیچ کس دیگه با اون همکاری نمی‌کرد، الان تو این توافق‌هایی که با چین روسیه نوشته نوشته هر جا شما تحریم سازمان ملل باشی نمی‌تونید از امکانات بریکس و شانگهای اینا استفاده بکنید، حداقل هنر روحانی بود که ما را تحریم‌های سازمان ملل خارج کرد، ما را تحریم آمریکایی، تحریم سازمان ملل نیست، ولی آمریکا اینقدر خودش بزرگه، اینقدر قدرت داره که خودش بر دنیا تحریم میکنه، ولی خیلی کشورها میتونن رعایت نکنن، اون بخاطر با چین داره کار میکنه، چین رو میتونه آمریکا بگه من چه علت باید از تحریم نفتی تو طبیعت بکنه. لذا من فکر میکنم مردم دوره اول آقای روحانی رو دیدن،
تنش ظاهری دیدن، ارتباط با دنیا رو دیدن، رشد اقتصادی 12.5% دیدن، ثبات قیمت ارز 4 بار دیدن، زیر ساختایی که در فضای مجازی ایجاد شد، در مخابرات ایجاد شد. 4 سالی که آقای قاضی‌زاده هاشمی قاضی‌زاده توی نظام سلامت کشور اجرا کرد و ظرفیت‌های چیز کشور رو بالا برد، ظرفیت‌های بیمارستانی لوجستیکی کشور افزایش داد. اگر این دوتا نبود ما واقعا زمان کرونا مملکت بیچاره شده بود. این امکاناتی که کاری که فراهم کرد تونست دوران کرونا ما رو نجات پیدا کنه. اگر زیر ساختای مخابراتی رو آقای آذری جهرمی آماده نکرده بود، چجوری شما می‌خواستی مدرسه و دیورستانا و دانشگاه رو ببری روی فضای مجازی؟ 2 سال کشور رو تعطیل می‌کنی. هر چه دون افتخار می‌کنیم به این سامانه‌ای که راه می‌ندازیم. چی سامانه راه انداز؟ بالاخره سرنا ستاری اومد برای یه سری بچه‌های نخبه ایرانی در خارج از کشور برگرد و همین سامانه‌ای که میگیم هر روز باشو سر کار داریم راه افتاد دیگه. بیشترین پول به وزارت دفاع داده شده، گهی رو افتخار می‌کنیم به بهباد اون موشک، و پول برجامی اومد کمک کرد به اینا راه افتاد. چرا ما بی‌انصافی می‌کنیم؟ فقط تو پارس جنوبی ما تولید گاز اون از 250 میلیون میکرد رسید به 750 میلیون میکرد. هیچ کدوم پروژه‌های فازای پارس جنوبی، پروژه ستاره خلیج فارس، بید بلند، پالایشگاه‌های ما راه اندازی نمی‌شد اگر برجام اتفاق نیفتاده. بعضی همه اینا رو نادیده میگیرن، میگن اون دوران نکبت. آره دوران نکبت وقتی بود که تحریم برگشت، وقتی که کرونا اومد، وقتی که حادثه هواپیما اتفاق افتاد، وقتی که حادثه بنزین اتفاق افتاد. اینا کشور رو دید. همزمان زلزله هم داشتیم، سیل هم هر سال داشتیم. خب کشور از دست رفت. اصلا من فکر میکنم بدشانس‌ترین رئیس جمهور روحانی بود که در دور دومش همه اتفاقات بعد افتاد. ولی دولت روحانی که خدمت کرد، تو نظام سلامتش خدمت کرد، نظام استارتاپش خدمت کرد، تو وزارت دفاعش خدمت کرد، تو نفتش خدمت کرد به جامعه. ولی شرایطی به طرفی رفت که بالاخره هیچ کی فکر نمی‌کرد بعد ترامپ برگرده. ترامپی برگشت، نتانیاهو قدرت داشت و نگذاشت. حالا بعضی میگن آقا چجوری این دفعه میخوای مذاکره کنی؟ خب این دفعه اولا شرایط ایران فرق کرده، بچه‌ها دیگه نتانیاهو قدرت رو نداره. یعنی که عامل اصلی خروج ترامپ از برجام پومپئو بود و نتانیاهو. این دوتا خیلی فشار آوردن که خارج بشه. الان نتانیاهو خودش دیگه اون قدرت نداره، یعنی همه تلاش از خودش نگه داره قاعدتا. من فکر میکنم که مردم با مقایسه دولت های خاتمی، دولت اول های روحانی با عملکرد دیگران باید بسنجن ببینن میشه اعتماد کنه یا نمیشه اعتماد کنه. من میگم حداقل های پزشکی و ویژگی های شخصی داشته که نشون داده که پایبنده، میتونست بره از بیزینسش از تحصیلی کرده بره پول در بیاره، نرفته در بیاره. میتونست از موقعیتش تو مجلس نایبسی مجلس سوء استفاده کنه، نکرده. های آدمی که امتحانش پس داده چرا باید نواد بشه اعتماد کنه؟ ویژگی شخصیش که عالیه، هیچ کس نمیتونه نقطه منفی بگیره راجع به پزشکان. من ندیدم حداقل یه نفر بیاد بگه آقا پزشکان این ویژگی شخصی رو، ویژگی منفی رو داره. رویکرداشون که با مردم میخونه که مردم دغدغه‌شون چیه، مردم دغدغه‌شون آقا موبایل منو چه رجیستر نمیکنی؟ دغدغه مردم هست آقا چرا من ماشین من میخوابونی هر روز؟ من تو قانون نداری برای اجاره که و چه اصلا ماشین مردم میخواد؟ دغدغه آقا چرا من بدارم هر ماه پول فیلتر بدم؟ خب مردم دغدغه‌شون هم دیگه چرا من باید تحریم باشم؟ چرا نباید میتونم پلتفرمم پلتفرم‌های خارجی برای کسب و کارم استفاده کنم؟ چرا من چند برابر قیمت جهانی باید ماشین بی‌کیفیت بخرم؟ چرا من باید هزینه بدم برای کسب و کار؟ چرا نمیتونم اصلا بیزینس بکنم؟ من با هیچ تاجر جدیدی نمیتونم بیزینس بکنم. با هیچ تاجر جدیدی نمیشه بیزینس بکنم. مشتری میاد میگه خیلی خوب کالا قیمت همه چی خوب، میگه خب میگه حالا چیکار کنیم پرداخت؟ یا من باید به او اعتماد بکنم یا او باید به من اعتماد بکنه؟ بیزینس من جدید چجوری به من اعتماد کنه پول پیش به من بده؟ یا من چجوری به او اعتماد کنم که کالام بدم بعدم پول بگیرم؟ میگن تئاتر کنیم. تئاتر هم باز یه نفر باید اول کالا رو بده که نمیتونی مثلا بریم تو دلم دیگه، بالاخره من باید اینو بدم شما اونو به من بدی. بازم شما وقتی سیستم بانکی نداری نمیتونی اعتماد، اصلا سیستم این سیستم LC درست شده که برای دو تا آدمی که اصلا هم دیگر نمیشناسن بتونن به هم اعتماد کنن. شما اصل سیستم از بین بردی، بعد انتظار داریم من برم تو دنیا تجارت کنم. من تجارت نمی کنم. اسکرودی آخر اونش
که آقا مثلا نمیخوام من اصلا تعطیل، من سلطان بالاخره زیره بود و پسه بود، خدا راحت بود، که آقا مثلا دیگه تعطیل، من دیگه نمیخوام، من کار پسه نمیکنم دیگه. خیلی ها رفتن بیرون از واسه دیگه. خب این که اینا چیزی نیست که بگیم آقا داریم غلو میکنی، یه چیز ملموسه. یه نفر بیا بگه آقا جلیلی، بیا بگه آقا بیا تئاتر بکنی، من میخوام محصولمو بفروشم، چه جوری اگر کسی مشتری جدید اومد باشه معامله بکنه. همه بازار نیش مارکت رو ندست دادیم. خیلی تاجر کوچک ما آفریقا، تو آمریکا لاتین، تو منطقه آسیا میانه یه بازار کوچکی داشتن با هم معامله میکرد. شما همه اینا رو دست دادی، همه بازار افتاده دست اولیگارشی، شرکت های کوچک متوسط. همین حرفایی که از شو حرف میزنی، عدالت، ما میخوایم عدالت کنیم مردم، همه اینا شما بیچاره کردی، همه را بازار بیرون کردی، همه بازار افتاده دست کسانی که میتونن دفتر تو ترکیه داشته باشن، دفتر تو دبی داشته باشن، آدم داشته باشن، سیستم داشته باشن، اسناد جابجا بکنن، اسناد عوض بکنن. مملکت فلج کردیم، مملکت رو به اصطلاح زنجیر زدی به پاش، بعد میگه بدو. یه دنیا فرصت. من این دنیا فرصت کجاست؟ اینا فرصت واقعا؟ اینا که همش محدودیته. در حقیقت میفرمایید که اقتصاد کشور رو سپردن دست یک سری افراد شبه مانندی که نه مشخص نه ساختار قانونی دارن و دارن در حقیقت از روش‌های غیر قانونی اقتصاد ما رو در حقیقت ارتزاق اقتصاد ما رو تعمیم میکنن. منظورتون این بود؟ خب بالاخره چی شفاف نیست؟ یعنی تحریم یعنی ضد شفافیت، یعنی تحریم یعنی ضد شفافیت، تحریم یعنی فساد، تحریم یعنی ران، تحریم یعنی خالص سازی برای هر کی بخوای کار بکنی. یعنی هیچیش شفاف نیست که شما بتونی رقابت. اقتصاد با رقابت زنده است. از ارزشمندترین اصل در اقتصاد رقابته، ولی شرایطی باشه همه بتونه با هم رقابت کنه. شما تو زمان تحریم رقابت از بین بردی، همه رو خودی و نخودی کردی، یه عده خودی رو جمع کنی، میگی تو بیا بچه نفت صادر کن، تو بیا برو پتروشیمی صادر کن، تو برو کالا بخر بیار. هم اتفاقی میفته که چای دبش میفته. تازه هنوز ما چای دبش نیست، این تازه این پرونده ورود کالای اساسیه که مثلا اینا حق گرفتن، عرض گرفتن که برن به مردم رفتن فروختن بدون اینکه کالای بیارن. تو کالای اساسی هنوز پرونده چای دبش هنوز باز نشده. من خیلی میدونم تو سیستم اداری، تو سمت، تو استاندارد اینا برکنار شدن به خاطر تخلفات تو گمرک اینا انجام شد. تحریم اینه دیگه. تحریم اگه واقعا این مردم دوست دارن این غیر شفافیت، این زده بند، این چیزا رو ادامه بدیم، دوباره بریم طرف همین تحریم، به تحریم و نعمت بدونیم. رهبری هم خب میگه بدبختی نیست که اینا رهبری رو گوش نمیکنه. رهبری اصلا گفت با دشمنم میش بره مذاکره کنیم. به دولت های رئیسی اینقدر دست باز گذاشت که آقا به دشمنم میش بره مذاکره کنیم. یعنی حتی میتونسه بری با آمریکا بشینی مذاکره، یعنی تو توی اتاق صحبت کنی، یه آدم باش بره تو اتاق دوباره با آمریکا صحبت کنه، گفت آقا با دشمنم میتونی بشینی مذاکره کنی. و نکردیم. چیزی که آماده بود میتونست بالاخره بخش از مشکلات کشور حل کنه، با لجبازی با مردم حل نکنه. خیلی حرف بزرگ پور رو هم میزد. یا شما بودیم ما FATF قبول داریم ولی به اینا نمیخوایم بدیم. این مملکت واقعا خالبازیه. این قم سال مملکت به این سادگی و به این عقده های درونی و چون اختلافات یعنی مملکت اداره میشه. خیلی فاجعه است واقعا. که آدم بشنوه به خاطر اینکه از یک خوشون نمیاد ما منافع ملی مملکت گروگا میگیریم، چون که از یک دولت خوشون نمیاد. اینکه آقای پزشکان تاکید میکنه من اختلافات داخلی رو کم میکنم، حتما در کابینش علاقه داره که از آدم های معتدل جناح استفاده کنه، شاید بتونیم این معضل اقتصادی کشور رو حل کنه. یعنی این کار مقدمه ای برای حل کردن مسائل کشور میشه. مرسی آقای حسینی، خیلی استفاده کردیم از صحبت شما. به عنوان آخرین صحبت من فکر میکنم که با مردم یه صحبتی بکنید و خیلی راحت بگید که، یعنی توضیح بدید که چه اتفاقی میفته و خودشون به جنبندی برسن. مردم حق دارن، من حتی مردم حق میدن که ناراضی باشن، حق دارن که باور نکنن. خب فکر میکنن اگر دولت یک دست بشه مردم اومدن رأی دادن، فکر میکنن اگر یک دست بشه مسائل حل میشه. باز دیدن حل نشده. انتظار داشتن
دولت آقای رئیسی با این همه حمایت ها بتونه مشکلات کشور حل کنه. در نه تنها مشکلات حل نشد بلکه مشکلی بر مشکلات اضافه شد. او جایی که در اختیار قوه قضاییه و شخصیت آقای رئیسی بود خیلی بعضا مثال هر کرد سوال آزادسازی کنه، مجوزها رو بده، بایدهای نیمه تعطیل رو برگردونه، اینا به خاطر اینکه آقای به اصطلاح رئیسی خودش بالاخره قوه قضاییه بود و اختیارات دوش تونست کارهای بکنیم. کاری که به دولت بکنه، بدنه دولت بکنه، ساختار دولت بکنه، خواهی اتفاق خاصی نیفتاد واقعا. و اولا باورش نمیشد که مثلا انتخابات سالمی برگزار بشه. مردم القا شده که نه انتخابات هم مثلا سالم برگزار نمیشه، احتمالا آرا مردم شمارده نمیشه. و بعدش هم فضای انتخابات یه جوری بود که مردم خیلی نمیتونستن توی 6 تا آدم گفتمانها رو تشخیص بدن. آقای پزشکیان میگفت من برای تحریم ها، آقای قالیباف هم میگفت تحریم، من برای رفع تحریم ها اقدام میکنم. خیلی حرفا بعضا مشاور پور محمدی هم یه حرفایی میزد که اینا برای مردم یه مقداری تشخیص این که حالا کدوم اینا میتونن واقعا مشکل رو حل کنن سخت بود. الان که دیگه دو تا گفتمان شده که تقریبا دو تا گفتمان با دو تا فلش، یکی به طرف کره شمالی که به طرف کره جنوبی، دیگه مردم باید تشخیص بدن که میخوام برم به طرف دیدگاهی که به نظر میاد مثلا نزدیک به دیدگاه یه نوع سوسیالیستیه که با این نگاه فکر میکنه که میشه مملکت اداره کرد و یه دیدگاه که اعتقاد داره که آقا بالاخره ما توان داریم، ما ظرفیت داریم، ما میتونیم مثالون با دنیا حل بکنیم. به نظر میاد که اینکه 60% مردم نیان پای صندوق رای، نیان یعنی پذیرش همون دیدگاهی که طالب بوده دیگه، یعنی هم دیدگاهی که بخواه ادامه پیدا کنه. غیر مردم یعنی چی؟ یعنی ادامه همین وقت. اگه مردم اعتقاد دارن که حتی یک کسی ممکنه بیاد 5% وضعشون رو بهتر بکنه، من فعال اقتصادی میگم اگه بناش یه نفر بیاد 5% هم بهتر باشه، قاطعاً چون مملکتم دوست دارم، چون علاقه ندارم، نمیخوام برم خارج از کشور، میگم خیلی خوب، حداقل شاید خیلی مطلوب من نیست، ولی اگر بدونم 5% هم میتونه مؤثر باشه میام رای میدم. بالاخره رئیس جمهور خزانه دولت دست رئیس جمهوره. این که میگن رئیس جمهور اشکار نیست اصلا من قبول ندارم. هیچ موقع آقای خاتمی هم نگفته که به اصطلاح دولت تدارکات چیه. گفته بعضی ها میخوان دولت تدارکات چی باشه. میخوام خواهش کنم که مردم واقعا بیاین. اگر مردم های مرحله اول 5% بیشتر اومده بودن، مثلا انتخابات 50% رسیده بود، این اتفاق می افتاد. و این رای بالاخره حق مردمه. ما که نمیگی آقای مردم وظیفه شونه، مردم میخوان اگر علاقه دارن بیا از حقشون استفاده کنن، حقشون استفاده نکنن، عملا دارن به اصطلاح تایید میکنن کسانی که خواستار ادامه وضع موجود است. امیدوارم که مردم حالا که اولا دیدن که آرا شمرده شده، اینجوری نبود که بگم آرا شمرده نمیشه، هر کی بخواد از صندوق در میاره، نه، نشون داد که بالاخره ما ناظر داشتیم با صندوقا، گزارش‌ها جدا جدا اومد، گزارش‌ها بعدی اون نشون داد که آمار دستکاری نشده. یعنی تجربه سال 84 88 نظام به جمع نرسیده که آقا امانتداری بکنه. و لذا الان که این فرصت طلایی ایجاد شده و همه زحمت چم 5 دقیقه و 10 دقیقه رفتن پای صندوق رای، رای دادن شما نشون داده که اینا با 8% آرام انتخابات برگزار میکنن، ککشون رو نمیگیزه. مردم میگه آگه ما نیومدیم، ولی اینا خیلی نه مجلس رو حالا همون رفته داره تو مجلس برای ما تصمیم میگیره با 8%. این دفعه 10% تهران بزرگ 10% مردم رو در رای دادن. خب یک کسای دیگه میرن رای میدن، بعدا میان برای شما مالیات میمندن، بعدا میان برای شما عوارض میمندن، بعدا میان خروج از کشور شما رو مشکل میکنن، بعدا میان تو گزینش دانشگاه برای شما مشکل درست میکنن، 100 جا برای شما نهی تو صحنه برای درست میکنن. حداقل بیاین یک کسی رو بیاری، یک کسی رو حداقل رای بدیم که بدونیم که وضع بهتر نمیکنه. اگر وضع ما اعتقاد دارم اگر پزشکی بیاد شاید خیلی وضع بهتر نشه، ولی اگر رقیبش بیاد خیلی وضع بهتر میشه. حواستون باشه، یعنی ممکنه توقعاتون برآورده نکنه، 50% 100% اوضاع بهتر نشه، اوضاع 10-20% بهتر بشه، ولی اگر رقیب بیاد حتی سیاست های رئیسی را ادامه نخواهد داد. مرسی. هیچی نمیتونم بگم
باید تصمیم بگیریم بین آسمان آبی و آسمان تیره و تار، دوست داریم توی کدوم آسمون زندگی کنیم، زیر کدوم آسمون زندگی خودمون رو بگذرونیم. واقعیتش اینه که این انتخابات دیگه انتخابات حاکمیتی یا جناحی و اینا نیست، بحث رزق و زندگی ماست و بحث واقعا وقتی میگن کره شمالی یعنی کره شمالی. یه مقدار تفکر آقای جلیلی رو برید مطالعه بکنید، جریانش رو نگاه بکنید. برعکس بقیه دوستان من معتقدم که نفراتی که کنار آقای جلیلی هستن نماینده این تفکرن. قرارم نیستش که شما اگر که ایشون انتخاب بشه فردا بیایید آه و ناله بکنیم و شیون و فغان بکنیم. حداقل 4 سال بایستی با اون شرایط زندگی کنیم، بقیهش دیگه به خودتون مربوطه. حرف خاصی دیگه نمیتونم بزنم. شعارهای پزشکیان برای زندگی معمولی، حداقل برای زندگی معمولی بیاییم. ما اصلا زندگی نداریم که آخر با دیگه با هیچ حرف واسه گفتن دیگه ندارم. مراقب دور و بر خودتون.